وایسا. اپیزود دیگه خوش اومدین، امیدوارم که روز خیلی خفنی رو تا الان سپری کرده باشین. ما بالاخره قایق رو انداختیم توی آب و اومدیم به جزیره هرمز، یه ناخدا پیدا کردیم آوردیم این قایق لعنتی رو. بالاخره یه همچین جایی هم اومدیم و برگردیم بریم از اول صبح ببینیم که چجوری شد ما رسیدیم به اینجا. رسیدیم اسکله سرو، این سری خیلی راحت تر هم استارت زدیم هم راه افتادیم، ولی ناخدا جوابمون رو نمیده. نمیدونم چیکار کنیم فعلا، که یه خود اینجا صبر کنیم. اسکله سرو هم اینجاست، یه چند بار ما اومدیم اینجا دویدیم. اگر ویلاگای قبلی رو دیدین میدونین که سرو کجاست. فعلا ما بریم یه خورده صبر کنیم ببینیم این ناخدا جواب میده یا نه، اگه نده که خودمون. خدایی که باهاش صحبت کرده بودیم که پیداش نشد، بر نمیداره موبایلشو، گفتیم بریم تو اسکله یه ناخدای دیگر که اینجا هستش رو پیدا کنیم، بهش یه پولی بدیم و بگیم بیا بریم یه دوری بزنیم. محمد آقا که این سری خورده تخته هم کرد اوکی داره میشه یواش یواش. خدایه اومد داره خودش تست میکنه ببینه قایقه چه شکلیه. پیدا کریم یه خورده موتور رو تنظیم کرد، گازش اینا ایراد داشت، ما هم قرار شد که بریم سمت جزیره هرمز، بریم هم آب بندیش کنه همین که یه دوری بزنیم ببینیم برای اولین بار چه خبر. اولین باری که دور تا دورمون دیگه آوردیم یه خوشگله. ماهیگیری هم که دارن ماهی میگیرن، کریم گفتش ازشون خرچنگ بگیریم ببریم تو ساحل کباب کنیم، انگار سیدشون امروز خوب نبود.
سوراخ پیدا کردیم بریم توش رو سایه باشه. اینجا پارکینگ قایق هم موتور میخوره به دفع. این هم از اولین جایی که قرار بود فرود بیاییم خده به خشکی رسیدیم. آقا من اینجا یه خشکی دادم بیگ بذار لطفا وسط جمله من که نبود. چرا دیگه دقیقا وسط جمله بود. امروز عجب دریایی بودا، قشنگ صاف و میزون جای همگی خالی. به یه مشکل اساسی خوردیم، بنزینمون داره دهون میشه زیادی برابر چرخیدیم، برای همین گفتیم سریعتر بردی از این بندر میرفته با کمبود بنزین مواجه نشیم. برای امروز هم فکر کنم اوکی بود، محمد کلی رو ناخدا کریم میگه که اینجا حواست باشه مشتری که دوست چشه من میفروشم. کریم خداحافظ. در حال حول دادن قایق هستیم. امروز خیلی خوب بود، یکم قلقاش دستم اومد دیگه، کم کم ردیف مشکلی نمیمونه اینجوری باشه، ولی یکم موج میشه قلق داره دیگه. اینجوریه که باید همش هوشیار باشی، حواست به فرمون و این بر اون بر اینا باشه. این رانندگی یه ذره تکونه بیشتر داره. آره یه ذره دقیق تر باید بشه. بریم خونه، خسته شدیم. دم همتون گرم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. این دواشی رو حمایت کنین، خیلی داره زحمت میکشه. باری کلا به شما، قربونتون. ناخدا ولیچو برگردوندیم. جریان این که زیاد هرمز نموندیم این بودش که ما گفتیم بریم باکار رو هرمز پر کنیم، ولی روغن یادمون رفته بود با خودمون بیاریم. مثل اینکه باید قایقا کلن یکی دوتا از اون روغنا رو بذارن توی قایق باشه، وقتی که بنزین لازمشون میشه بنزین بخرن با روغنی که تو قایقشون دارن واسه کنن، چون هیچ جایی روغنش راحت پیدا نمیشه. یه خورده خستگی من در رفت بالاخره. اما امروز ولی حیف شد تیز شد. چی؟ همین روغن نداشتیم. آره روغن نداشتیم. ببین خسته دیگه جونم واقعا نمیمون برامون. آره 11 بود دیگه حاجی، روغن نداشتیم. 12 بود، خوب بود ولی اگه روغن داشتیم قشنگ میتونستیم با خیال راحت یه ساحلی بریم یه کار باحالی بکنیم، ولی یالا اینجوری شد. اول ولی خب خیلی خوب بود، پیشرفت خودمون واقعا. آره من که خودم خیلی حال کردم. الان تو نظرت چیه راستی؟ الان به نظرت فردا مثلا الان فردا هوا خوب بود؟ ببین هنوزم میترسم، ولی دیگه بخوایم بریم بریم دیگه، اگه صاف بود بریم. منم میگم اگه صاف بود دیگه. آره بریم. حالا دیگه نهایتا ولی شرایط خیلی خوب، یه جاهایشو با ترس و لرز میریم دیگه. به نظرت آخه بازم تو شرایط خیلی خوب داداش چیز میشد وسط. چی میگفت اسمشو گفت چی؟ دریا چی میگفت؟ گپ کرده. اونجا که میرسیدی واقعا اصلا قضیه عوض میشه، انگار یه قایق انقدی وسط یه استخر بزرگ. پس به نظر من یکی دو بار دیگه پایم اینو بازم با ناخدا بریم. آره خیلی پایم. ولی ماهیگیری های این لب ساحل رو میتونیم همین اینجاهایی که کم عمق تره دیدی، خود قایق های ماهیگیری هم که اول صبح رفته بودیم تا اونجا رو فکر نکنم اوکی. اصلا اونجا که بابا لب ساحل هر روز بریم بچرخیم اصلا. آره به نظر من پس همین هفته احتمال زیاد پنجشنبه یا جمعه تو این اپلیکیشنه نگاه بندازیم، بازم یه خورده شرایط اوکی تر بود اون موقع بریم. به نظر من ماهیگیری بریم تست. آره الان هم امین داره میاد اون خرچنگایی که صبح از ماهیگیرا گرفتیم و بزنیم. محمد که زیاد حال نمیکنه با قضای دریایی، ولی خب حال میده درست کردنش. اوکی نه که بلند باشم. آره ولی حس اصلا میگم خودتو نقطه میبینی اون میگیرتت موجه انقدر بزرگه اون وسط، میفهمی؟ یه حس ولی منم کلی سوختم، کلی هم این ژل آلوورا دارم میزنم فکر کنم یه
پوستی بندازم کلا. ما بریم سراغ خرچنگا. خرچنگا رو باید بندازیم تو آب جوش. خرچنگا رو اندازه‌ی بند انگشت کمتر آب می‌ریزیم، می‌ذاریم تو دیگ بخار پز بشه. تمام. پس بریم ببینیم چه جوری می‌پزیم. خب بریم تو کار این خرچنگا. اینا یه خورده بوداره، گفتیم تو حیات بزنیمش که دیگه خونه رو داستان نشه. آره محمدم رو بوی این داستانا حساسه. گفتم بیاریمش بیرون. منم شستمشون، اینا رو یه آبی زدم و آماده برای اینکه بپزیمشون. فقط دو تا نکته هست. یکی اینکه کسی این پان درست کنن، اینایی که این پایینشون یه مثلث هست، این مثلثه اگه باریک باشه نره. خب اینجا این اینو این ناحیه، اگه مثلثه پهن باشه مثل این اینجا، این مثلثه پهن. این ماده است. الان بذارمشون کنار هم معلوم میشه. آره این دوتا، این نره، این ماده است. ماده ها گوشت لذیذتری دارن. یه جا دیگه هم معلوم میشه اینکه این رنگش آبی تره، نره بازوهاشون یا این پاهاشون، ولی ماده ها قرمزتره، کلا پوستشون هم همینجا. و سعی کنیم ماده بگیم. در هنگام خرید خرچنگ دقت فرمایید. ماده ها خوش اینجا نشون میده که ماده ها خوشمزه دارن. این خرچنگر که حتی تو حیات هم گذاشتیم بوش تمام محله رو برداشته، خیلی عجیب غریبه. شما بنویسین توی کامنت ها ببینیم که از خرچنگ خوشتون میاد، تا حالا خوردین یا نخوردین، ببینیم بیشتر با هم دیگه آشنا شیم، ببینیم اصلا آدم های زیادی اینا رو میخورن یا نمیخورن. این باغچه هم احتیاج به یه رسیدگی داره. همون یاسا رو که اون ته داریم زیاد شده رو زمین، باید نخ بزنم ببرم بالا. این شمشادارم باید یه کوتاه کاری کنیم. اون درخت لیمو هم کلی شاخهای هرز داره که باید بچینیم. یه وقتی باید تو هفته بعد بسه این داستان بذاریم. اگه سابسکرایب نکردین سابسکرایب یادتون نره، که ولاگای بعدی که روزانه است و از دست ندین. تا فردا که قسمت بعدیه، فعلا خدافظ.